خلیلزاد با دیدن خواب وزارت خارجه آمریکا بنیاد صلح افغانستان را خام گذاشت. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهرهای قندوز خان آباد. رزمایش بزرگ نظامی در فرماندهی تعلیمات مشترک محاربوی در کابل. دستگیری قاتلان سه چوپان در سمنگان. و در پایان گفته های اوباما در مورد دونالد ترامپ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خلیلزاد با دیدن خواب وزارت خارجه آمریکا بنیاد صلح افغانستان را خام گذاشت. واشنگتن اگزامینر در یک مقاله جدید گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلمه خلیلزاد در صدد استفاده کمپاینی از روند صلح افغانستان هند. واقع خلیلزاد خواب وزارت خارجه آمریکا را میبیند. با گزارش خبرگزاری جمهور، این نشریه گفته است که روند صلح افغانستان آشکارا نشان میدهد که خلیلزاد از این پروسه میخواهد استفاده کمپاینی کند و به همین خاطر بسیار کارهای آن پخته و آوردن ثبات در افغانستان نیست. در این مقاله آمده است که آقای خلیلزاد عمدن حکومت افغانستان را از جریان مذاکرات دور نگه داشته، ولی برعکس تلاش نیز دارد تا در مسئله رهایی زندانیان و دیگر مسائل نظر و خواست خود را بر حکومت افغانستان تحمیل کند. این نشریه افزوده است که دونالد ترامپ در دوره حکومت بعدی خود به زلمه خلیلزاد وعده وزارت خارجه این کشور را داده و به همین خاطر او به منظور استفاده کمپاینی بنیاد خام در روند صلح افغانستان را گذاشته است. با گفته این مقاله، امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان جنگ طالبان را کاهش نداده و حکومت افغانستان میداند که ترامپ و خلیلزاد به خاطر کمپاین انتخاباتی روند صلح افغانستان را به پیش میبرند. در این مقاله نوشته شده است دولت افغانستان به خاطر همین مسئله بر سر رهای زندانیان و دیگر مسائل صلح مانع ایجاد میکند تا روند صلح با خواست طالبان تطبیق نگردد. پیش از این نیز شماری از رسانه های غربی روند صلح افغانستان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام کمپاینی خواندند. و گفته برخی آگاهان، ترامپ تلاش دارد تا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شماری از سربازان آمریکایی را از افغانستان بیرون کند، اما پس از آن دوباره برخی سربازان خود را در افغانستان مستقر خواهد کرد. گفتنی است که بر بنیاد اعلام وزارت دفاع آمریکا شمار سربازان آمریکایی تا زمان برگزاری انتخابات این کشور با 400 تا 500 سرباز در افغانستان کاهش خواهند یافت. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در شهرهای قندوز خان آباد. در درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در شهرهای قندوز خان آباد ده‌ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری جمهور، وزارت دفاع ملی امروز جمعه 31 اسد با نشر خبرنامه گفته است که طالبان از چندین روز بدین سو حملات تهاجمیشان را در مسیر شهرهای قندوز خان آباد بالای پوسته‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی آغاز کردند. در خبرنامه آمده است که نیروهای ملی دفاعی حملات طالبان را به عقب زدند و ساحات و اراضی گسترده را از وجود طالبان و ماین‌های ضد پرسنل پاکسازی کردند. خبرنامه افزوده است در جریان درگیری 38 طالب به شمول چند قماندانشان کشته و 16 تن دیگران زخمی شده است. وزارت دفاع ملی تاکید کرده است که تلاش‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر تامین امنیت در مسیر شهرها در شمال به شدت ادامه دارد. گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. تمرینات بزرگ نظامی در فرماندهی تعلیمات مشترک محاربوی در کابل برگزار شد.
وزارت دفاع ملی کشور تمرینات نظامی را با اشتراک هزاران تن از نیروهای مختلف کشور در فرماندهی تعلیمات مشترک ماربوی در کابل برگزار کرد. با گزارش خبرگزاری جمهوری، این تمرینات نظامی صبح روز پنجشنبه با حضور هزاران نیرو از قطعات مختلف ارتش، پلیس ملی و نیروهای امنیتی ملی در محوطه فرماندهی تعلیمات مشترک ماربوی در منطقه پل چرخی کابل برگزار شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی، اسدالله خالص سرپرست وزارت دفاع ملی، محمد یاسین زیا لیدرستیز قوه مسلح و مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و برخی مقام‌های دیگر دولتی نیز هنگام اجرای تمرینات نظامی در این مرکز حضور داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در پیام ویدیویی از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی ستایش کرده و گفت شما در خط مقدم علیه تروریسم می جنگید و نتیجه این ایثار است که شما هر بار به ما تجاوزان خارجی پاسخ دندان شکن داده اید. قاتلان سه چوپان در سمنگان دستگیر شدند. پلیس سمنگان درباره دستگیری قاتلان سه چوپان نوشت. پلیس فرماندهی امنیت ولایت سمنگان در یک عملیات هدفمند 5 تن را در پیوند به قتل 3 نفر چوپان و سرقت 110 از گوسفند از مربوطات ولسوالی خرم و سارباغین ولایت دستگیر کردند. فرماندهی پلیس سمنگان افزوده است که افراد دستگیر شده از 3 نفر چوپان را در ساحه بادقاق ولسوالی رویدوها به ولایت سمنگان به قتل رسانیدند و سپس 110 از گوسفند را سرقت کردند که سرانجام در تشریک مساعی پلیس مبارزه با جرایم جنایی خرم و سارباغ و ولسوالی رویدوها به ولایت سمنگان شناسایی و بازداشت شدند. در ادامه این خبرنامه آمده است که قاتلان در تحقیقات مقدماتی به جرمشان اعتراف کردند و این افراد به زودی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. و در پایان اوباما میگوید ترامپ هرگز منصب خود را جدی نگرفته است. باراک اوباما در متن سخنرانی خود خطاب به کنوانسیون ملی حزب دموکرات اظهار کرد که جانشین او دونالد ترامپ هرگز جایگاه و پست ریاست جمهوری را جدی نگرفته است. به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنرانی خطاب به کنوانسیون ملی حزب دموکرات که سازمان دهندگان این کنوانسیون بخشای از آن منتشر کردند گفت من به حیث منفعت کشورمان امیدوار بودم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای جدی گرفتن نقش خود تمایل بیشتری نشان دهد و اهمیت و جایگاه خود را احساس کند، ولی او هرگز این کار را نکرد. و افزودم شب از شما می خواهم که با توانایی های جو بایدن و کامالا هریس در بیرون کشیدن کشورمان از این روزهای تاریک و بازسازی بهتر آن باور داشته باشید، زیرا دموکراسی ما همان چیزی است که امروز در بطه آزمایش قرار گرفته است. او به ما تاکید کرد دونالد ترامپ مسئولیت وظایف خود را به عهده نگرفته است، زیرا او قادر به انجام چنین کاری نیست. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.